ببین یارو، میدونی هفته پیش که اینجا بودی من رفتم مسعود و سوگند و صدا کنم، اونا داشتن حرف نمیزدن، داشتن با هم داستان میکردن. خب که چی؟ عیبی نداره. بابا تو دیگه خیلی بیغیرتی. شما کسخلا اون شب که یه بار اومدی خواستگاری، ما رو چرا دوباره برداشتین آوردی؟ خب امشب هم بله برونه دیگه. بله برون؟ بله برون دیگه چه کسخلیه؟ بله برون بعد خواستگاریه. بعد از این که خانواده ها تو خواستگاری به توافق میرسن، فامیل رو برمیدارن میارن که یعنی آره شما رو هم آدم حساب کردی. ده خب کسکشا این چه کاریه؟ چرا انقدر کشش میدین؟ اون مسعود بدبخت رو ببین داره تلف میشه. من دارم تلف میشم، من زن میخوام. ببین ما هم رسم و رسوم خودمونو داریم، تو نداری نمیدونی، من نم نم برای توضیح میدم. مسعود بیخیال شو، راستی راستی داری زن میگیری. وایستا وایستا، اینو خودم بلدم، این عروسیه. نه این شیرینی خورونه. اینا در از به نوعی مسعود و سوگند رو با هم سیغه میکنین تا به صورت شرعی بتونن با هم دوره نامزدی رو بگذرونن. نامزدی نمندی؟ نامزدی بود چیز ذاته، یه دوره با هم هستن که ببینن تایپ هم هستن یا نه. این مسعود و سوگند که خیلی وقت تو کونه همن، از هر زن و شوهری هم بیشتر از همدیگه شناخت دارن. اصلا اینا صد بار تا حالا با همدیگه داستان کردن. تازه یاد سیغه افتادید. رسم رسمه، حرف نباشه. بخور چینی بخور مستو چیرینی خورونه. بخور خب اینجا یه کار دیگه راستی راستی عقدشون میکنیم. بعد این رسمن زن و شوهر هست. شما ها دیگه چه اسکلایی هستین؟ چرا اینقدر جوان ها رو اذیت میکنی؟ واه حالا یه چی بگم پشمات بریزه. اینجا یه بار واقعی بله میگن، بعد یه بارم به صورت نمادین و الکی تو عروسی میگن بله. آدم رو فشاری میکنید شما. آیا وکیلم؟ بله بله. شما هم شاهد هستی؟ من نیز به عنوان فرزندی بابا مسعود شاهد می هستم. و من هم به عنوان شوهر شاهد هستم. نفهمیدم الان چی شد؟ چی رو نفهمیدی؟ پسرش و شوهرش. مزاح کردن آقا، شما به کارتون برسی. اینجا چه خبره؟ الان ما در حال جهاز برون هستیم، همه رو آوردیم تا جهیزه سوگند رو ببینن چششون داره. خب چه کاریه؟ شاید یه نفر توانایی مالی نداشته باشه نتونه وسایل تهیه کنه اول زندگی. آفرین، سر همین جهیزیه حساب مسعود کامل خالی شده، الان برای عروسی رفته وام بگیره. واقعا که احمقی. اینجا اختاپوس میره. وایسا حالا حنا بندون مونده، میخوان دست عروس دوماد حنا بذاری. شب عروسی. بیا 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 بیا. چه ضیافتی، چقدر زیاد مهمون دعوت کردن، چند مدلم که غذا درست کردن. آره اون وامم که مسعود گرفته بود کم آورد، رفت از نزول خور که خودم باشم پول گرفت، اونم تموم شد دیگه نتونه تو تالار جشن بگیره، واسه همین اومدیم تو استودیو. خب چه کاریه، چرا اینقدر هزینه میکنی؟ چرا یه جشن کوچیکی و کوچولو مچولو نگرفتی؟ خب اون پول نگه میداشتین، توی شروع زندگیشون میزدن به یه زخمی مادر زنده ها. مگه میشه؟ تو مردم زشت آخه، جشن کوچیک دیگه چیه؟ خب این جوان بدبخت شد که. البته زیاد نگران نباش، یه بخشی از اون پولا که خرج شده همین امشب برمیگرده. چجوری؟ این یه رسمه، مهمونایی که اومدن عروسی موظفن که پول یا سکه بدن. سکه؟ دیوونه شدی؟ کاراتون از همه طرف ایراد داره، یه طرف که جیب مسعود خالی کردی، الانم جیب مردمو. خب یکی پول نداشته باشه چی؟ غلط کرده، باید بده، جلوی مردم روش نمیشه ندی که. تازه به منظور این که یه وقت کسی پول کم نده یه نفرم استخدام کردم. این دیگه کیه؟ این یارو با کسخاله، بزرگ فامیل مثلا، میره تو عروسی ها همه بیشتر پول میده، نرخو میبره بالا، بقیه پول بیشتر بده.
بزرگ فامیل اسماعیل جورابلو 45 سکه و عمو باقر 75 سکه. ماشاءالله نفر بعدی. خود چرا دیگه داره اعلام میکنه؟ رسمه، رسم، میفهمی؟ شیرم تو رسماتو کشکشا. شاید یکی کم پول داده، چرا آبروشو میبرین؟ برین گمشین با این رسماتون. من دیگه نیستم، کم آوردم. من رفتم. نه بابا وایس اختابوس، کجا میری؟ حالا پاتختی و مادر زن تلا مونده. بنده خدا کسخل شد. مسعود داداش واقعا بهت خسته نباشید میگه. یکی از افغان رستم اون بدتر رد کردی. ممنونم داداش. خب بچه بیا توی نروسی تو هم میتونیم شیطونه بکنیم. فری بول داری چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ عشقت داره پر میکشه میره، مسعودت داره از دست میره، بعد اون وقت تو نشستی داری با بچه ها بازی میکنی. خب چی کار کنم؟ عروسی رو به هم بزن. من اعتراض دارم. کی به نظر تو اهمیت میده؟ آره نمیذارم عروسی کنین. عروسیم خراب شد. دختر بیچاره، واقعا گفری بود، واقعا برای متاسفم. چش نداری خوشبختی بقیه رو ببینی؟ باشی بابا، الان بیام از دیلش در میارم. سوگم ببخشید، من فقط میترسیدم که مسعود از دست بدم. آخه چرا اینجوری فکر میکنی؟ وقتی عروسی کنی من دیگه چی جوری ترتیبشو بدم؟ نه من مشکلی ندارم باش، که فقط اگه با دخترها باشه باهاش مشکل دارم، با تو عیبی نداره، راحت باش. وا تو هم چی به بابات رفتی؟ سوگند بیا دیگه، ناراحت نباش جانم. اینجا چه خبره؟ آره اتفاقا منم با طرح زوج و فرد موافقم، شما هم میسپاریمش دست آقای کارگردان که ازش میشه خر کار بکشه. بی خیال، شب اول ازدواج. عشقم من آمادم. جانم این دیگه کیه؟ چیه؟ مسعود بیا برات شیرمز آوردیم، اینو بخور برای بنیت خوبه. بده من بابا. خب دیگه به سلامت. خب کجا بودیم؟ مسعود زود وا ندیا، یکم تحمل کن. آره راست میگه، خروس بازی در نیا. مسعود میگم الان توشه. من خودم الان درستش میکنم. فریبرز مگه ما با هم قرارداد نبستیم ها؟ آهان راست میگی، بریم آقای کارگردان. بستی دیگه. نه وایسا، وایسا بذار اذیتش کنیم. نتیجه اخلاقی این قسمت همین جوری چم وضعیت کشورمون خراب هست و واقعا ازدواج ساده هم الان خیلی سخته. پس بیان به جوونامون سخت نگیریم و این که قبل داستان شیرموز بخورید. فعلا خداحافظ.